کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. کنوانسیون منطقه‌ای تایید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، قسمت دوم، پذیرش در برنامه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، عمل یا نظامی که به متقاضیان واجد شرایط این امکان را می‌دهد که در برنامه یا مؤسسه خاص اقدام به تحصیل در مقطع آموزش عالی نمایند. ارزیابی برنامه‌ها یا مؤسسه‌ها، فرایند تعیین کیفیت آموزشی یک مؤسسه آموزش عالی و یا برنامه‌های آموزش عالی. ارزیابی مدارک و قابلیت‌های فردی، تایید کتبی یا ارزیابی قابلیت‌ها و توانمندی‌های کسب شده توسط افراد در خارج از کشور از طرف منبعی ذی‌صلاح. منبع ارزیابی ذی‌صلاح، ارگانی دولتی یا غیر دولتی که به طور رسمی به عنوان مسئول تصمیم گیری در مورد به رسمیت شناختن مدارک، قابلیت‌ها و توانمندی‌های کسب شده در خارج از کشور انتخاب شده است. بخش‌های مختلف کشور عضو، ارگان‌های دولتی یا خصوصی در سطح ملی، استانی، فدرال یا منطقه‌ای که برای تصمیم گیری در خصوص به رسمیت شناختن مدارک و قابلیت‌ها ذی‌صلاح هستند. شرایط عمومی دسترسی به آموزش عالی، شرایطی که باید در هر حالتی برای دسترسی به آموزش عالی عملی شوند و وجود داشته باشند. آموزش عالی، مقطعی از تحصیل به شکل آموزش یا پژوهش که پس از دوره متوسطه انجام می شود و مسئولین کشور عضو آن را متعلق به نظام آموزش عالی آن کشور می دانند. مؤسسه آموزش عالی، مکان و تشکیلاتی که در آن آموزش عالی ارائه می شود. برنامه آموزش عالی، برنامه تحصیلی که به تشخیص مسئولین مرتبط کشور عضو متعلق به نظام آموزش عالی آن کشور است و تکمیل و به پایان رساندن آن به منزله کسب مدارک و قابلیت‌های آموزش عالی برای دانشجو است. گواهینامه و مدرک آموزش عالی، هر گونه درجه، مدرک و یا گواهینامه تحصیلی صادر شده از طرف یک مؤسسه آموزش عالی در تایید اتمام و تکمیل موفقیت آمیز یک برنامه آموزش عالی. موتاتیس موتاندیس، واژه لاتین و در اینجا به معنی با توجه به تفاوت‌های مربوط. مهارت‌ها، مدارک و گواهینامه‌های غیر سنتی، روشی برای کسب مدارک و قابلیت‌های آموزش عالی که لزوماً از طریق شرایط عمومی آموزش عالی کسب نمی‌شود. مانند روش‌های نیمه وقت، روش‌های مختلط، برنامه‌هایی که به کسب مدرک منجر نمی‌شود و برنامه‌های پلکانی. دوره تحصیل، هر جزئی از یک برنامه آموزش عالی که ارزیابی و مستندسازی شده باشد و با وجود اینکه خود یک برنامه کامل تحصیلی نیست، به تنهایی نمایانگر کسب دانش یا مهارتی چشمگیر باشد. مدارک و قابلیت‌هایی که دسترسی به آموزش عالی را ممکن می‌سازند. هر گونه مدرک، گواهینامه یا توانمندی که توسط یک ارگان ذی‌صلاح تعریف شده باشد و معید تکمیل موفقیت آمیز برنامه آموزشی باشد و صاحب آن مدرک و توانمندی را واجد شرایط جهت پذیرش در دوره‌های آموزش عالی نماید. تضمین کیفیت، فرایندی مداوم برای ارزیابی و گسترش کیفیت یک نظام، مؤسسه یا برنامه آموزش عالی به منظور اطمینان بخشی به زینف آن از کاربرد استانداردهای قابل قبول و به روز در ارتباط با آموزش
موارد مربوط به بورسیه و منابع مورد استفاده برای تحویل و انتقال. به رسمیت شناختن آموخته‌های قبلی یا پیش آموزه ها. فرایندی برای تایید رسمی مهارت‌ها و دانشی که فرد طی دوره‌های رسمی، غیر رسمی و یا به شکل آزاد کسب کرده باشد. به رسمیت شناختن قابلیت‌ها و مدارک. نوعی تایید رسمی از سوی ارگان‌های ذی‌صلاح کشور عضو که تعیین کننده ارزش مدارک و گواهی‌نامه‌های کسب شده فرد در خارج از کشور است و با هدف فراهم آوردن امکان دسترسی فرد به فعالیت‌های آموزشی و یا شغلی ارائه می‌شود. آموزش متوسطه. مقطعی از تحصیلات به هر شکلی که باشد که متعاقب مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی یا آموزش پایه انجام می شود و از جمله اهداف آن آماده سازی دانش آموزان برای ورود به مقطع آموزش عالی، اخذ مدرک پایان تحصیلات دوره متوسطه و یا فراهم آوردن امکان ثبت نام دانش آموزان در مقطع آموزش عالی است. شرایط ویژه برای پذیرش در آموزش عالی. شرایطی که باید در کنار شرایط عمومی وجود داشته باشد تا فرد در برنامه خاص از آموزش عالی پذیرفته شود و یا بورس تحصیلی برای کسب مهارتی خاص در یک زمینه مطالعاتی ویژه در آموزش عالی به او اعطا شود. بخش دو، قابلیت‌های مسئولین و سازمان‌های مرتبط. ماده 2.1.1 کشورهای عضوی که مسئولین و سازمان‌های اصلی برای تصمیم‌گیری در خصوص به رسمیت شناختن تحصیلات، مدارک و مدارج دارند، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا شناخته شده و موظف می‌شوند اقداماتی را اتخاذ کنند تا از اجرای مفاد این کنوانسیون در قلمرو خود اطمینان حاصل نمایند. 2. در کشورهای عضوی که صلاحیت تصمیم گیری در ارتباط با امور مرتبط با به رسمیت شناختن تحصیلات، مدارک و مدارج به بخش‌های مختلف کشور، بخش‌های دولتی یا خصوصی واگذار می‌شود، باید توضیح مختصر از ساختار یا شرایط قانونی را در مدارک تسلیمی خود در زمان امضای کنوانسیون و یا به هنگام تسلیم سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق و یا در هر زمانی پس از این مراحل ارائه دهند. در چنین مواردی مسئولین و ارگان‌های ذی‌صلاح در بخش‌های مختلف کشور عضو موظف به اخذ اقداماتی برای کسب اطمینان از اجرای مفاد کنوانسیون در قلمرو کشور عضو می‌شوند. 3. در کشورهایی که صلاحیت تصمیم‌گیری برای به رسمیت شناختن تحصیلات، مدارک و مدارج به مؤسسه‌های آموزش عالی یا سایر ارگان‌های مرتبط واگذار می‌شود، موظف هستند که مطابق با ساختار یا شرایط قانونی خود متن این کنوانسیون را در اختیار مؤسسه‌ها یا ارگان‌های تعیین شده قرار دهند و از هر اقدامی برای ترغیب و تشویق به استفاده مناسب از کنوانسیون و اجرای مفاد آن کوتاهی نکنند. 4. مفاد بندهای 1، 2 و 3 از این ماده و نیز تعهدات دولت‌ها بر اساس بندهای بعدی این کنوانسیون مطابق با شرایطشان برای همه کشورهای عضو قابل اجرا است. ماده 2.2 کشورهای عضو در زمان امضای کنوانسیون و یا هنگام تسلیم سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به آن و یا هر زمانی پس از این مراحل باید نسبت به اطلاع رسانی در مورد سند کنوانسیون به افراد و ارگانهای ذی‌صلاح خود برای تصمیم گیری در رابطه با امور مرتبط با به رسمیت شناختن تحصیلات، مدارک و مدارج اقدام نمایند. ماده 2.3 پذیرش این کنوانسیون به معنی بی اهمیت شمردن و نادیده انگاشتن قوانین مربوط به ارزیابی و به رسمیت شناختن مدارک و قابلیت‌های آموزش عالی که هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون بر مبنای پیمان‌نامه‌های موجود یا آنچه که در آینده به عضویت آن در خواهند آمد برای خود تدوین کردند نمی باشد. بخش 3. اصول پایه مرتبط با سنجش گواهی نامه ها، مدارک و صلاحیت ها.
ماده 3.1 بند 1 دانش آموختگانی که مدارک صادر شده توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را دارا می باشند باید هنگام نیاز و هر زمان که درخواست کنند امکان دسترسی به موقع به ارگانهای مناسب ارزیابی را داشته باشند. بند 2 به منظور تضمین دستیابی به این حق برای دارندگان مدارک کسب شده در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون هر یک از اعضا باید امکانی فراهم کند تا ارزیابی‌ها با تأکید بر دانش و مهارت‌های کسب شده انجام شوند. ماده 3.2 لازم است کشورهای عضو از شفافیت، انسجام، قابل اطمینان بودن، عادلانه و به دور از تبعیض بودن روش‌ها و شاخص‌های به کار رفته در ارزیابی و به رسمیت شناختن مدارک و قابلیت‌های آموزش عالی اطمینان حاصل نمایند. ماده 3.3 بند 1 تصمیم گیری در مورد به رسمیت شناختن تحصیلات، مدارک و مدارج باید بر مبنای اطلاعاتی مناسب در مورد مدارک و قابلیت‌هایی که قرار است مورد ارزیابی قرار بگیرند انجام شود. بند 2 در وهله اول مسئولیت ارائه اطلاعات کافی به عهده فرد متقاضی است. فرد متقاضی باید این اطلاعات را در کمال صداقت و درستی به نهاد مسئول ارزیابی تقدیم کند. بند 3 علارغم مسئولیتی که به عهده فرد متقاضی است، مؤسسه‌های صادرکننده مدارک و مدارج ارائه شده برای ارزیابی نیز وظیفه دارند که به موجب درخواست متقاضی و در یک چارچوب زمانی معین نسبت به ارائه اطلاعات مربوطه به متقاضی، به مؤسسه و یا به مسئولین یا مؤسسه‌های واجد شرایط کشوری که عمل ارزیابی و به رسمیت شناسی در آن در حال انجام است اقدام نمایند. بند 4 کشورهای عضو باید به گونه‌ای مناسب مؤسسه‌های وابسته به نظام آموزشی خود را مطلع کنند و آنان را تشویق نمایند که درخواست‌های منطقی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی مدارک و قابلیت‌های کسب شده در آن مؤسسه‌ها را به شکلی درخور پاسخ دهند. بند 5 مسئولیت تشخیص اینکه تقاضای ارسالی واجد شرایط لازم نمی باشد بر عهده نهاد ارزیابی کننده است. ماده 3.4 هر کشور عضو باید به منظور تسهیل به رسمیت شناختن مدارک و توانمندی‌ها دسترسی به اطلاعات کافی و شفاف در مورد نظام آموزشیش را تضمین کند. ماده 3.5 تصمیم گیری در مورد به رسمیت شناختن مدارک و قابلیت‌ها باید در یک چارچوب زمانی منطقی انجام شود. مدت زمان لازم برای این کار پیش از آغاز فرایند ارزیابی توسط نهاد یا فرد ذی‌صلاح برای ارزیابی مشخص می شود. این زمان از هنگام ارائه و تکمیل همه اطلاعات لازم برای ارزیابی محاسبه می شود. در صورت توقف فرایند ارزیابی، نهاد مربوط موظف است دلایل خود را برای متوقف ساختن فرایند مربوطه اعلام نماید. علاوه بر این، نهاد ارزیابی کننده موظف است متقاضی را در خصوص اقداماتی که می تواند انجام دهد تا تقاضایش در زمان دیگر و در مرحله دیگر به جریان بیفتد راهنمایی نماید. در صورتی که فرایند ارزیابی متوقف شده و یا تصمیمی در ارتباط با به رسمیت شناختن تحصیلات، مدارک و مدارج اتخاذ نشده باشد، متقاضی این امکان را خواهد داشت که در یک محدوده زمانی معین از نهاد ارزیابی کننده شکایت نماید. بخش 4 به رسمیت شناختن مدارک و قابلیت‌هایی که دسترسی به آموزش عالی را ممکن می‌سازند. ماده 4.1 هر کشور عضو موظف است به منظور دسترسی به هر یک از برنامه‌های آموزش عالی، مدارک و توانمندی‌های کسب شده در کشوری دیگر از اعضای کنوانسیون را که شرایط عمومی لازم برای دسترسی به برنامه‌های آموزش عالی در آن کشور را دارا است، به رسمیت بشناسد.
مگر اینکه تفاوتی قابل ملاحظه میان شرایط عمومی برای دسترسی به برنامه‌های آموزش عالی در کشور ارائه کننده مدرک مورد ارزیابی و کشور ارزیابی کننده مدرک مورد نظر وجود داشته باشد. ماده 4.2 به علاوه برای کشور عضو کفایت می کند که برای دارنده مدرک و قابلیتی کسب شده در یکی دیگر از کشورهای عضو کنوانسیون این امکان را فراهم نماید که برای مدرک مورد نظر تقاضای ارزیابی نماید. این امر به موجب درخواست فرد صاحب مدرک و در چارچوب مفاد ماده 4.1 با توجه به تفاوت‌های موجود و با اندک تغییراتی بر حسب مورد قابل اعمال است. ماده 4.3 در کشورهایی که پذیرش در برنامه ویژه از برنامه‌های آموزش عالی وابسته به احراز شرایطی خاص در کنار شرایط عمومی برای پذیرش باشد، مسئولین ذی‌صلاح کشور مورد نظر مجاز هستند از متقاضی بخواهند شرایط تعیین شده آن را نیز جوابگو باشد و یا می توانند ارزیابی نمایند که آیا متقاضی شرایط مشابهی با شرایط مد نظر آنان را دارا است یا خیر. ماده 4.4 در حالی که در یکی از کشورهای عضو گواهینامه‌های پایان تحصیلات مدرسه‌ای فقط همراه با آزمون‌های تعیین قابلیت امکان دسترسی به آموزش عالی را فراهم می‌کنند، کشورهای دیگر نیز می‌توانند دسترسی به آموزش عالی را در قلمرو خود منوط به شرایطی مشابه نمایند و یا به منظور تعیین شرایط ویژه راهکار دیگری ارائه کنند. ماده 4.5 بدون هیچ گونه تعصبی نسبت به مفاد مواد 4.1 و 4.4 این بخش، پذیرش در یک مؤسسه آموزش عالی مشخص و یا در برنامه خاص در چنین مؤسسه‌ای می‌تواند به شکل کنترل شده و محدود و یا گزینشی باشد. در شرایطی که پذیرش در یک مؤسسه آموزش عالی و یا برنامه آموزش عالی به شکل گزینشی باشد، روند پذیرش باید به شکلی تدوین شود که ضامن رعایت اصول پایه مبتنی بر عدالت و نبود تبعیض در ارزیابی مدارک و قابلیت‌های آموزش عالی کسب شده متقاضی در خارج از کشور محل پذیرش باشد. شرح کامل این مطلب در بخش 3 آمده است. ماده 4.6 بدون تعصب نسبت به مفاد مواد 4.1 و 4.5 این بخش، پذیرش در یک مؤسسه آموزش عالی مشخص می تواند به صورت مشروط و به دنبال ارائه مدرکی دال بر توانمندی کافی زبانی در زبان یا زبانهای مورد تدریس در آن مؤسسه یا سایر زبانهای مشخص شده انجام شود. ماده 4.7 در کشورهایی که دسترسی به آموزش عالی و قابلیت‌های آموزش عالی به روش‌های غیر از روش‌های سنتی امکان پذیر است، مدارک و قابلیت‌های مشابه کسب شده در سایر کشورهای عضو کنوانسیون به گونه‌ای مشابه با مدارک و قابلیت‌های غیر سنتی کسب شده در کشور محل ارزیابی بررسی خواهد شد. ماده 4.8 به منظور پذیرش در برنامه‌های آموزش عالی، هر یک از کشورهای عضو می‌تواند به رسمیت شناختن مدارک و قابلیت‌های کسب شده در مؤسسه‌های آموزشی خارجی فعال در قلمرو کشور محل ارزیابی را منوط به احراز شرایط خاص مندرج در قوانین ملی و یا توافق‌های ویژه به عمل آمده با کشور مبدأ آن مؤسسه آموزشی خاص نمایند.